تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داخل روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غد. عزیز پروگرام کجایی هموطن، فراموشتان نشه که پروگرام ما از طریق بار تیوی لایف به نشر میرسه. روزای جمعه ساعت 11 بجه همیشه در خدمت شما و میمان خانه شما میباشم. فراموش نکنین جمعه ساعت 11 میبینم اتان. سلام و درود به تمام عزیزان پروگرام کجایی هموطن و یک سلام جداگانه به تماشاچیای تلویزیون بهار. امیدوار هستم جور و صحتمند خوش و خوشحال باشین و در کنار کسانی که دوست دارین باشین. هم یک خواندن چی خوب مقبول میگه که این قافله عمر عجب میگذرد. ببینین که یک هفته گذشت، امی دوستا به صورت عامیانش بگویم امی عمر اتر زود گذشت شده، امی چشم بود که دنی هفته خلاص میشه. متوجه شدم فقط فکر میکنم دینه روز بود که پروگرام بهار جان به نشر رساندیم، ولی امروز هفته خلاص شد، برگشتیم، هفته نو است. به این که امید کنیم همگی خوش باشین، خوش زندگی کنین، زندگی بسیار کوتاست. بر صورت امروز یک مهمان عزیزی با خود داریم، محترم زاکر، آوازخوان بسیار خوب ما و شما که یکی از دوستای خوب هنرمند عزیز ما جواد غازیار و همچنان سید جان عزیز، اینا بر ما این هنرمند عزیز معرفی کردن و ما هم خوش شدم که اینا رو بیاریم به استودیوی خود تا ما و شما همه با هم با اینا معرفی شیم. زاکر جان به پروگرام کجایی هموطن خوش آمدین. لینا جان، ما هم سلام های گرم و داغ خود در خدمت هموطن های عزیزم در گوشه دنیا که هستن سلام های خود تقدیم میشان میکنم و همچنان برای شما سلام های خود تقدیم میکنم، همچنان برای جبارخیل صاحب و سوهل جان. تشکر زاکر قند، بسیار خوشحالیم که شما امروز دعوت ما را پذیرفتین. شما در کدام سی دنیا، در کدام شهر، در کدام استیت، کجا مسافر هستید؟ ما لینا جان در یک شهر است که کلگی برای کمار دادن به شهر لاس ویگاس میگنش. داره لاس ویگاس که مشهور و کازینوهای بسیار زیاد داره، از اون خاطر دیگه ما این شهر کمار میگم لاس ویگاس. بله بسیار خوب. پس شما در استیت نوادا و شهر لاس ویگاس زندگی میکنین؟ بله بله، ما در لاس ویگاس مدت زیاد است که زندگی میکنم، در این میجه هستیم دیگه. خداوند این مرض کرونا را گم کنه که پس زندگی ها به طور نرمال بیایه و خیر. زاکر قند چقدر سال است که از وطن عزیز دور استی و تمامی وقتا را اموجا لاس ویگاس بودین یا کدام جای دیگه هم پیش از لاس ویگاس زندگی کردین، یعنی بیرون از امریکا؟ ما که از افغانستان برآمدم، لینا جان در جرمنی زندگی میکردم یک 18 ماه. باز در امریکا آمدم، تقریبا 27 سال است که از افغانستان دور هستم. خب بسیار خوب، خیلی بسیار وقت شد از وطن دور هستین. پس رفتین دیدن وطن یا هیچ وقت نرفتین؟ یک دفعه با 2010 یک دفعه یک کار شخصی بود که مزار شریف رفته بودم. بله رفته بودم در 2010 برای یک 15 روز. خب بسیار خوب. زاکر جان می خواندنه که بیا که بریم به مزار، یاد داریم؟ بله چطور ندارم خواندنه که بیا که بریم به مزار. قبل اینکه یک زمزمه یک کوتاه از شما بشنویم، می خواندنه که بیا که بریم به مزار. هزار دفعه ما براتان امو خواندنه که زمزمه میکنم، انشالله برای شما زمزمه میکنم.
بیا که بریم با مزار با چشم گیریان اندر مزار علی با شان مردان اندر مزار علی با شان مردان بیا که بریم مزار با چشم گیریان واوا نام خدا چه قبول خواندین بسیار خوشم اومد راستی ما خورد بودم که مزار شریف رفتیم و تا وقتی که فکر میکنم چه سال شد از سال 2000 به این طرف که از وطن دور استیم همیشه دمی ارمان استم که یک دفعه پس برم مزار شریف مزار شریف ببینم روضه سخی را ببینم و این آهنگ راستی یک آهنگ بسیار سابقه و مقبوله فولکلوری افغانی است که در قلب کل افغانا جای خود داره. خب شما چقدر وقت شده که آوازخوانی میکنین زاکر جان و چی باعث شده که در دنیای آوازخوانی آمده؟ لینا جان ما از اوان طفولیت شوق داشتم به موسیقی و یکان دفعه زمزمه و ترا میکردم تا در سال 2003 مجیدی تر شدم و یکی از دوستان که شکر جان رسول است برای من طبله می نوردن همیشه بازو گفت که آوازت خوب است زاکر باید بیرو برای بری به محفلا بری تلویزیون ها بخوانی باید من همی کار کردم باز از 2003 تا 2007 من تا 2006 پرکتس می کردم و آنگار میخواستم یاد بگیرم و چی باز بالاخره من در یک پروگرام در 2006 یک کنسرت داشتم من در کالیفرنیا باز من یک دوست ما خداوند بیامردهشان خداوند جنت های بر این جایشان رو داشته باشه عبدالرحمن جان امیدی اگر شما بشناسین در تلویزیون آریانای مسکینی هستک و چی میکرد یک شو داشت که مرا در او شو خواست ما باز یک چند خواندن کردم تقریبا دو ساعت دو نیم ساعت ما در اون پروگرام تیر کردم باز در 2007 هم همچنان بسیار خوب زاکر قن خیلی شما نام خدا یک وقت زیاد شده که در دنیای هنر و آوازخوانی هستین اینا اگه پرسان کنم که از آوازخوانای افغان ما طبقی اوناس و طبقی ذکور کیا را دوست دارین؟ من همیشان دوست دارم لینا جان هنرمندای بزرگ ما را دوست دارم احمد زایر جان، احمد ولی جان، نعیم جان پوپل، جواد جان غازیار و دم علی خانا که هست عزیز جان سعید سلیمان جان همسادا بار جان که چند وقت پیش شما آورده بودین یک هفته پیش بود بخیرم آوازخوانای هستن که مستعد هستن مقبول میخوانن و آوازخوانای بزرگ ما که پیشتر نام گرفتم و احمد زایر جان و نعیم جان و احمد ولی جان و جواد جان غازیار و احمد شاه جان حسن یا خود مستعد هستن و بسیار هنرمند های هستن که سابق و تا حالی هم شکر می درخشن یک احمد زایر جان در قاتمانه است خداوند رویشان شاد داشته باشه که همیال هم مردم زیاد دوست دارنش علاقه دارم ما هم با احمد زایر جان زیاد علاقه دارم و از اوناس گفتین استاد معوش خوشم بسیار اولشان سلما جان، پرستو جان، اوریا جان عزیز که هم دوستم هستن بسیار آوازخوان خوب هستن دوست دارم آریانا جان سعید خوب میخوانه دوستشان دارم اگر اینمی کسایی هست که آوازشان خوشم میاد و آدمشان خوشم میاد و همه هنرمندارم میشنم راست میگین زاکر جان خداوند عالم شما هنرمندا را کم نکنه که نمود زندگی ما مردمای افغان هستین هر جای هستین همتان آرام و خوش در بنای خدا باشین راستی دوستتان داریم تشکر خداوند شما را از سر ما کم نکنه که امی
شنونده و همی جورنالیست ها و همی نتاق هایی که هستن از ما بدرقه میکنن و ما را دشوهای خود میخواهن. تشکر میکنم از عزیز جان سعید و جواد جان حاضیار که مرا به شما معرفی کردن و بسیار خوشحال شدم از معرفی شما لینا جان. قربانتان زنده باشین، ما هم خوش شدیم که شما رو معرفی شدیم. شکر است که تعداد عوازخانه افغان ما رحمت خداوند زیاد شکر و راستی وقت بر ما زنگ زدن و نمره شما رو دادن بسیار خوش شدم. ما دوست دارم عزیزای ما، کسانی که پروگرام ما رو تماشا میکنین و همچنان کسایی که میمانی پروگرام بودین، شما اگر از هنرمندای افغان ما نه تنهایی که آوازخان باشه، پروگرام ما پروگرام کجایی هموطن برای تمام هموطنهای عزیز ماست. هر کسی که دوست داره میمانی پروگرام شوه، بیایم با چند لحظه امرای وطندارای خود پای صحبت بشینه، دروازه های سیدیما برایشان باز است. ما به بسیار قلب باز خوش میشم، لطفا کمک میکنین، سپورت کنین. این امی دنیا چی میگن؟ به انگلیسی میگه help me to help you to help us. بیمانا که یعنی شما مره کمک کنین. بله، میگه شما به ما کمک کنین که ما به شما. بار دفعینا جان چرا نه، شما خدمت میکنین برای مردمتان، برای مردم افغانستان و برای خود هنرمندا که همی که دعوت میکنین و مردمی که نمیشناسن میشناسن هنرمندا را، این بسیار خدمت بزرگ است و همی خصوصا در انگام قرنطین که است مردم ها بسیار افسرده شدن. یک قسم یک پروگرام که میبینن برای یک ساعت نیم ساعت یا دو ساعت خوش میشن و لذت میبرن. این وظیفه هنرمند هاست. من از هنرمند هایی را گله دارم که در این وقت های قرنطین نامدن که برای مردم خود یک چند آهنگ بخوانن. یک اگر مشهور هستن، اگر مشهور نیستن، باید بیان لینا جان یک چند آهنگ بخوانن. همیشه با پیسه آدم باید نخوانه، یکام دفعه بیا برای هنرمندا، برای مردم خود باید از طریق فیسبوک یا از طریق شما یا از طریق دیگه رسانه ها یک چند آهنگ بخوانن که مردمشان خوش شوه و بفهمن که اینمی هنرمند اصیل است. والا که ما پیسام برشان نتیم یا میان به تلویزیون بر ما میخوانن، خود خواندنایشان از در تلویزیون، اما ای که میان در وادی قرنطین در فیسبوک یا در یک شو مردمشان بسیار خوش میشه. این همی آرزوی مثل از هنرمندهای بزرگ و هنرمندهای تازه شروع کردن. والا چی یک موضوع مقبول یاد کردین، گپ خوب است، راست میگین. انشالله که صدایتان به گوش تمام هنرمندای ما برسه. اینال در این قسمت اگه یک آهنگ مقبول شما بشنویم چی میگه؟ با هم سرارسی ولی نارسی داره حرف نگفته سخن نا شنیده چون ابر رحمت آمد و چون بر کفت نرم چون ابر رحمت آمد و چون بر کفت نرم دامن کشان بیامد و دامن کشیده دامن کشان بیامد و دامن کشیده. نام خدا، زیبا خواندین و زیبا شنیدیم. تشکر از شما زاکر قند. به این سر زندگی شخصی تان یک دقیقه صحبت کنیم.
اگه به ما بگین که مثلا شما حتما ازدواج کردین، سمری زندگیتان چی است، نام خدا اولادا هستن، دختر بچه، اینو میگه فاره؟ بله، ما لینا جان ازدواج کردیم، مدت 27 سال میشه که ازدواج کردیم. ثمره ازدواج ما 3 بچه است نام خدا، که بچه کلان نجیم است نامش، احمد نجیم، بچه ما بینیم نبیل است نامش، احمد نبیل، و بچه هایی که خوردم که 13 ساله میشه بخیر، فهیم جان از احمد فهیم، و پسر کلانم انجینیر است، پسر دوم فایننس منیجر است، و پسر خودم هنوز در مکتب است. خو نام خدا، خداوند عمر بده برشان. اینا کدامشان در هنر موسیقی دسترسی دارن یا نه؟ بله، بچه کلانم یک بره علاقه داره و می خوانم، دیگه خدا کنه که بتانه. برای که موسیقی مشکل است، آدم هر چی که یاد بگیره، لینا جان در مو یک گوشگه که بر است، چون موسیقی را میگن یک بر است، اونمو در یک گوشه بر می باشه، آدم هر چی که بخانه و هر چیز آمد بکشه، موسیقی یک چیز مشکل است. هیچ وقت آدم غرور پیدا نکنه که ما والا بسیار والاستم و والا بسیار مردم مرا تشویق میکنه. چی انسان باید شکسته باشه؟ مثلا نعیم جان پوپل ببینین، هنرمند بسیار مشهور و محبوب است، مگم پیش مردم همه قدری محبوبیت داره به خاطر که غرور در شانش نیست. بعض هنرمندای ما هست، لینا جان غرور دارن، غرور با تنها به اقدس الهی میده و باید آدم غرور نکنه داری راستا. تشکر زاکر جان قهن. اینا رو بین که ببینیم همراه فکایا چطور هستین. پروگرام مکه است، یک پروگرام تفریحی است. منظور از این پروگرام تنها بودن با دوستا و افغان و عزیزای ما است. آهنگای شما را فکایاتتانه و چند لحظه ای که شما با ما میتین یا تماشاچی ها با ما میتین، من میخوام برای همگی اونو مول اعزاد خوش بگذاره. بخاطر امی است که بعض وقتا از اکثر میمونای خود پرسان میکن که اگر یک فکایی ها دارین میتون فکایی بگوین. ما یک فکایی میگم براتان، چرا نه؟ و همی خنده میگم لذت نمک زندگی است، نه؟ بله بله، ما بسیاری جایی شنیدیم که خداوند عمر آدم در راز کوتاه می سازه، اما گفتن که خنده عمر حتی در راز می سازه، بشاش که باشه آدم. ما یک فکایی براتون میگم، میگه دوتا خانم بسیار تو می خواستن که خدا بسازن بین یک محفل و یک چی، یک خانم از یک خانم دیگه پرسان کرد، گفت فاره کمی 4 جولای در کدام وقت است؟ او خانم دیگه میخواست که بر مردم خونه نشان بده، رو بخیلم در 6 سپتامبر است. بسیار جوک مقبول. 6 سپتامبر. رو بخیلم در 6 سپتامبر است. بسیار مقبول گفته. فکر اگر که خوب بود کلام داری دکار، اگر یاد دارین بر ما بگیر، والا فکر این نه بود، خوشم آمد. این فکر این نه بود، ولی میگه 3 تا خانمو از شوارهای خود قسم میکردن که شوارهای ما یاد روی داره. یکیش گفت ما بازار روانش میکنم که برو سودا بیار، در دست شام یک تار بسته میکنم که نی تار دیدی نی تو سودا ها رو بیار از بازار. گفت میاد در خانه، میگم سودا آوردی؟ میگه کی تو مره گفتی؟ اومده که تار در دست بسته کدم که سودا بری، بازم یاد دفته دیگهش. خب گفت شما خوب هستین، من مسیج برش میمانم، وایس مسیج که بازار که رفتی سودا بیاری. خانه میگم سودا رو آوردی؟ میگن نه والا نه آوردی، مرکه گفتی. زن سیومی گفت شما خوب بسیار خوب هستین،
گفت من شوهر من پشت سودا روان میکنم، وادی که در وادار رو برای شما میکنم، خانم سنوما سعی میکنم، میگه همشیره همی خودت هم کدام جای دیدین. اوه خدا از تو شوهر رو نگاه کنه. تشکر زاکر جان قند، بسیار فکایای مقبول بود، خوش گذشت. انال اگه شما نبینیم دایم و خوش کرده باشی فکایای مرا. ما متعقن هستم که خوش کلگی آمد، چون فکایا نبود، اولیش خوبی خی نبود. گفت جولای چی وقت پس گفت در سپتمبر. مادر بتان به دوبی شنگ داره کنه، حتما شنیده ببینیم. والا شنیده بودم ما، ببخشید من دروغ هیچ یاد ندارم، اگه پرسان که این راست من میگم. خدا که بارگنار بینندهای شما زیاد است، اونا گوش میکنن، اگامشان نخواد شنیده باشن باز شاید یک خنده کنن. آه نه مقبول گفته، والا مرم خنده دارم، میفهمیدم این فکایی گفتن هم خودش یک هنر است. یکان نفر میتونه که به سبب مقبولیش فکایی رو بگه، که اگه می یه فکایی رو دو سه دفعه هم بگه آدم میتونه خنده بگیره. فکایی رو شنیده بودم، اما به لحجه بسیار مقبول و به یک ترتیب مقبولی که شما گفتین خوش آیند بود. تشکر یک جان از شما. تشکر، من یک فکایی دگام برایتان لینا جان میگم باز. خدا کنه خوشتان بیا. میگه یک بچه بود بسیار پوک بود، کلانکار بود، هرچی دیگه بیدد و مردم آزار میدادی همیشه. یک روز سر نماز شیشته بود، روی خود از سنه ملا کرد، گفت ملا صاحب اگه همیال یک شیر از پیش روی ما تیر شوه نماز میشه. ملا فهمید که همه تو آدم لچک دول است، سنشته کرد، گفت آه اگه بالت نره. رو نمازت میشه اگه بالت داره، یعنی شیر کرد پیش روی تیش خرابی میشه دیگه. این فکایی بخی نابود، این نشیده بودم. تشکر یک جان. بله آره نه ببینید، یک فکایی نوام براتان گفتم، دو فکایی نوام برای شما. یه خدا کنه که سنوندام بسیاریشان نشنیده باشن که خنده کنن. در این قسمت پروگرام به خانش میگیریم کامنت های دوستایی که در پروگرام گذشته بر ما نوشته شده، روان شده از طریق فیسبوک یا از طریق یوتیوب. یکی از دوستای ما به نام هماین جان رحمتی نوشته کرده که بهار جان نام خدا. واقعا بهار جان مقبول میخوانند. این کامنت درباره می پروگرام هفته گذشته که بهار خان میمان ما بود است. البته هماین جان رحمتی تشکر از اینکه کامنت نوشته کردین. تیم لایک گفته very beautiful show, we love you guys. Thank you عزیزم, we love you back. یکی از دوستای بسیار نازنین ما به نام نازی جان اسمت بر ما تکست کردن که show is very beautiful, نام خدا به آوازخانای ما و نطاقای افغان ما. تشکر نازی عزیز، ما خوش هستیم که خدمت بسیار ناچیز ما یک تفاوت چند لحظه در روز و روزگار شما افغان و عزیز ها میاره. همی که میشینین پروگرام میبینین شاید لبخنده برایتان بیه، دیگه چیز زیاد تقاضای ما نیست. همیشه خوش باشین و یادتان نره دوستای عزیز که کامنتایتان همیشه در یک پروگرام خوانده میشه. انشالله انتظار لطف و مهربانی و کامنت ها و سبسکرایب شما در این شو هسته. یک کامنت دیگه داریم از دوست عزیز ما رحمت الله جان، میگن که کجایی هم وطن is one of the best show in California. Thank you, I appreciate it. خوش هستم که از پروگرام خوشتان آمده. ای بود لحظات با دوستداران کجایی هموطن. تشکر عزیزم از این که وقتتان میگیرین و کامنت نشته میکنین، همیشه انتظار لطفتان. خوزاکر قند، میریم به سراغ یک زمزمه دیگه از شما. هزار دفن هزار دفن برتن یکتن تو را افسون زرا بردست میدانم چرا بیوده میگویی
دنیا نمی ارزد با این پریز و این دوری فدای لحظه شادی کنین رویای اسفیرا لبد را بر لبم بگذار بر لبم بگذار که از این ساغر پرمی چنان مستت کنم تا پایی بدانی قدر مستی را اوکی بسیار مقبول، بسیار تشکر، خوشایند بود، ما رو خوش ساختین و در این قسمت و پروگرام اگر شما گفتنی داشته باشین برای دوست دارای خودتان کمره در خدمت تان است. تشکر لینا جان از اینکه پرسان کردین. ما یک آرزو دارم که همی مملکت ما بخی، یک صلح و سلام در مملکت ما بیایه بخی که این مردم ما در چهار دهه بسیار رنج و مصیبت دیدن، غیر اونجا کشتار و کشتن و کشتن است. خداوند افغانستان آزاد و مترقی بسازه که مردم یک به یک زندگی خوش زندگی خود تیر کنه. این همی یک آرزوی ماست که کل ما بخیر در افغانستان بریم و از افغانستان عزیز خود لذت ببریم. با دعایتان ما امین میگم. این دعایی است که سالهای سال، بسیار سالهای دراز شده که هر افغانی دعا را میکنه. امیدوار هستم خداوند عالم به دعای ما شما لبیک بگویه. از وقتی که برای ما داده این ذاکر قن یک جهان ممنون. روز و شب خوش و خوب برای شما و همچنان برای تمام تماشاچی های پروگرام کجایی هموطن، چی از یوتیوب است و چی از تلویزیون بهار. خوش و آرام در پناه خدا باشید.